با سلام مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز و علاقمندان به یادگیری کتاب کف کمه 1. در ادامه فصل 2 این کتاب رو با هم مرور میکنیم، همه مواردش رو، و همچنین فصل 3، یعنی در این فرادرس ما این دو فصل رو، فصل 2 و فصل 3 رو با هم دیگه میخونیم و یاد میگیریم. خب فصل 2 عنوانش هست پختخه، که البته اسم جمع هست، مفردش هست لو پختخه، به معنی همون پورتری که ما در فارسی میگیم، تصویر لو پختخه، و این هم که اسم جمع هست به دلیل این اسی که اینجا گرفته. خب با این مقدمه وارد یونیته دو خواهیم شد، یعنی فصل دوم. قبل از هر چیز من میخوام گرامرش رو با هم یک مروری داشته باشیم. گرامر این فصل شامل بخش‌های مختلفه. من با این قسمت شروع میکنم. لا کانجوگیزون به معنی صرف افعال. فعلش میشه چی؟ کانجوگه فعلش هست، آخرش به ار ختم میشه، و افعالی که به ار ختم میشن اکثرشون، همونطور که در فصل اول با هم مرور کردیم، جزء دسته اول افعال زبان فرانسه هستن. چرا؟ چون نحوه صرف این افعال با قاعده هست. قاعدش چی بود؟ اگه بخوام یک مرور خیلی کلی داشته باشیم، صرف البته برای حالت اندیکاتیو پرزان، یعنی صرف فعل برای زمان حال. روش صرف به این صورت بود که ما مثلا فعل امه معنی دوست داشتن رو در نظر بگیریم، قسمت ار رو حذفش میکنیم، اون چی که باقی میمونه رو بهش میگیم رادیکال فعل، که همونطور که میبینید اینجا قسمت های رادیکال رو من الان مشخص میکنم براتون، برای تمامی اشخاص، من تو او ما شما ایشان، اینا میشه رادیکال فعل. خب من تو ما شما ایشان در فرانسه چی بود؟ je tu il elle nous vous il elle، من تو او مذکر و او مؤنث، ال ما شما، ایل ایشان مذکر و ال ایشان مؤنث. برای تمامی این فایل ها ما پس رادیکال فعل رو نگه می‌داریم و در آخر این رادیکال برای مثلا ژو حرف او رو اضافه می‌کنیم، برای تو او اس رو اضافه می‌کنیم، ایل ال او اضافه می‌کنیم، به همین ترتیب او ان اس، او زد و او ان ت. این قانون بسیار کلی برای افعال نوع اول هست، افعالی که به ار ختم میشن، le verbe en ER. خب le verbe اسم خودش جمعه، اسم مفردش هست le verbe فعل، پس میشه j'aime, tu aimes, il aime, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. همونطور که میبینید اینجا من لیزون رو انجام دادم، ایلزم الزم. یه نکته خیلی مهم، وقتی بعد از فاعل ژو یک وایل یا حرف صدادار قرار بگیره، ژو تبدیل میشه به ژو اپوستروف و بعد اون حرف صدادار. حروف صدادار در فرانسه چیا بودن؟ ا، او، ای، او، ایگرگ، او. این شیشتا حروف صدادار در فرانسه هستند که بهشون میگیم لوایل. در فصل اول اونها رو مرور کردیم. پس به عنوان مثال برای فعل امه که با یک وایل شروع میشه، ژو ام تبدیل میشه به ژم. این یه قانون کلی هست. یا مثلا یک فعلی داریم به اسم اوبلیه، به معنی فراموش کردن، به اوغ ختم میشه. اگر بخوام بگم من فراموش میکنم، با جو بخوام اینو بگم چی میشه؟ میشه جوبلی جو باستروف. چرا؟ چون اوبلیه رو میخوام صرف بکنم برای اول شخص مفرد، با یک وایل شروع شده، بنابراین جو اوبلی تبدیل میشه به جوبلی. یا به عنوان مثال فعل اوتیلیزه به معنی استفاده کردن، میخوام بگم که من دارم استفاده میکنم، میگم چی؟ میگم جوتیلیز. یا مثلا اگر بخوام با ایگرگ مثال بزنم میگم چی؟ یک اصطلاحی است در فرانسه که بهش میگن جی سوی. ایگرگ یک ضمیر هست که در فصل 16 اون رو کامل میخونیم و بهش میپردازیم، ولی فعلا شما این رو بدونید که یک همچین ضمیری ما داریم، برای جاها بیان میشه، برای مکانها، مثلا میخوام بگیم اونجا اینجا، جی سوی یعنی که من اینجا،
اینجا رسیدم یه همچین مفهومی رو میخواد برسونه. عبارت خوبیه، کاربردیه. جی سوی اینجا، حالا اینکه فعل بودن هست بهش میرسیم در همین فصل نحوه صرفش، ولی این قسمت بوده ژ و بعد ضمیر گرگ که این تبدیل شده به ژی. و همچنین ای، او و ام که دیدیم برای ان. خب این قانونی که گفتم برای تو کاربرد نداره، اینو حواستون باشه. نمیگیم تن، باید بنویسیم توم، توم. این قانون فقط برای اول شخص مفرد یا همون ژو هست که گفتم. اگر بعدش وایل بیاد چه اتفاقی میفته؟ بریم سریع برای سه تا فعل دیگه این صرف رو انجام بدیم. ابیته، ابیته به معنی زندگی کردن. البته یادم رفت بگم این رو اضافه بکنم، در کنار این حروف وایل اگر ما اش داشته باشیم و بعد یکی از این 6 تا حرف رو هم دوباره همین قانون صادقه. چرا؟ چون اش در زبان فرانسه تلفظ نمیشه، مثل اینجا ابیته اش داریم بعد یک وایل داریم، پس برای صرف میگیم جابیت، من زندگی میکنم یا من دارم زندگی میکنم. پس جابیت، توی ابیت، ایل ابیت، ال ابیت، نوز ابیتان، روز ابیته، ایلز ابیت، الز ابیت. دوباره به این آخرهای فعل توجه بکنید که همون حروف دقیقاً تکرار شدن. هر چیزی که برای فعل امه گفتیم اینجا هم دوباره به همون صورت تکرار شد. پس صرف این افعال دقیقاً مشابه همدیگه هست. البته این رو هم اضافه بکنم، همیشه ما در فرانسه برای هر قانونی استثناء داریم. یکی از اون استثناءها مثلا همین فعل پرفره هست که الان بهش میرسیم. برای صرف فعل تخویه دوباره به همین ترتیب شما رادیکال فعل رو برای 6 تا فاعل می نویسید به این صورت تخویه و بعد اون حروف رو در آخر رادیکال اضافه می کنید. یک یادآوری داشته باشم برای تلفظ ای دوبل ال در وسط یک کلمه، مثل اینجا تخویه که به صورت ای تلفظ میشه، ایل خونده نمیشه، مگر برخی استثناء مثل خود مثلا ویل، لویل به معنی شهر، لویل به معنی شهر، ایل تلفظ میشه، ولی خب در اکثر موارد ای دوبلو ال به صورت ای تلفظ میشه. تخویه، تخویه، جو تخویه، تو تخویه، ایل تخویه، ال تخویه، نو تخویون، و تخویه، ایل تخویه، ال تخویه. و برای فعل پرفره، پرفره اینجا توی خود فعلش اکسان داریم، یکی اینجا یکی هم اینجا، دوتا اکسان، اکسان اگو. در فصل یک با انواع اکسان آشنا شد. خب صرفش دقیقا مشابه اون چیزی هستش که گفتیم، یعنی آخر رادیکال همون حروف هستند، فقط تنها نکتهش اینه که اکسان در مورد دوم عوض میشه، از اکسان اگو به اکسان گرو تبدیل میشه برای این 4 مورد، ستای اول و مورد آخر. Je préfère, tu préfères, il préfère, elle préfère, nous préférons, vous préférez, il préfère, elle préfère. تلفظش پس همونه، فرقی نداره، فقط در دیکته برای اول شخص مفرد اینجا اکسان گرو داریم، اینجا اکسان گرو، اکسان گرو، و اینجا هم اکسان گرو. پاک بکنم که کامل مشخص بشه. خب همونطور که میبینید پس اکسان برای او دوم، برای جو، تو، ایل و همچنین ایل و ال جمع تبدیل میشه به اکسان از نوع گرو. اما یک گرامر بسیار مهم که در این فصل ما باش سر و کار داریم و در ادامه تدریس این کتاب هم بسیار بهش برمیخوریم، صرف یک فعل بسیار مهم هست به نام اتر به معنی بودن. پس میخوایم نحوه صرف فعل اتر رو یاد بگیریم. La conjugaison دوباره این قبل که فعلش هم یاد گرفتیم کانجوگه بود. Le verbe être. پس معنی خود این کلمه که میشه فعل خودش یه اسمه، le verbe یک اسم مذکر که جمعش هم دیدیم اینجا بود le verbe اسم میگیره. بسیار خوب، فعل اتر از جمله فعل‌های بی‌قاعده در زبان فرانسه هست، زو دسته اول افعال نیست که به اوئر
ختم می‌شدن. افعال بی‌قاعده در زبان فرانسه که جزء دسته سوم میشن، حالا بهشون خواهیم رسید در ادامه این کتاب، صرفشون قاعده خاصی نداره و باید ما اونا رو حفظ باشیم، یعنی نحوی صرف اینجور افعال رو باید ما حفظ باشیم. خب برای صرف این فعل در زمان حال، اندیکاتیو پرزان، زمان حال، باید این رو یاد بگیرید شما به این صورت. برای je, tu, il, nous, vous, il, elle، نحوی صرف فعل être به این صورت: je suis، من هستم، tu es، تو هستی، il est، elle est، او هست، nous sommes، ما هستیم، vous êtes، شما هستید، ils sont، elles sont، آنها هستند. همطور که عرض کردم فعل بسیار مهمیه. سعی کنید این صرف رو همین حالا به خاطر بسپرید. پس اونجا که در فصل مقدمه دیدیم مثلا طرف میگفت je suis Jean، از اینجا نشأت میگیره، فعل être رو برای je صرف کرده، je suis، و اسم خودش رو گفته. اما کاربرد فعل être کجا هست و چیه؟ le verb être s'emploie avec. حالا فعلا به گرامر این جمله نرسیدیم، فقط من رو ترجمهش میکنم، یعنی که کاربرد فعل être چیا هست، فعل être با چیا میاد. avec به همراه، هم میتونه به همراه اسم بیاد و هم به همراه صفت. un nom، le nom خودش اسمه، اسم مذکره، و l'adjectif بازم اسم مذکره، adjectif صفت. خب یک اسم به همراه فعل être به این صورت میتونه بیاد، مثلا tu es professeur، تو مدرسی، تو معلمی، tu es professeur، elle est étudiante. در فصل یک یا در فصل مقدمه هم دیدیم که چرا این او میگرفت در آخر. بخوام یک مروری داشته باشم به این علت که فاعلش مؤنثه، او دانشجوست، او دانش آموز است، یا او یه دانش آموزه. ils sont cuisiniers، ils sont cuisiniers، آنها آشپز هستند. حواستون باشه که اسم ها اینجا همونطور که میبینید همه اسمن، با توجه به فاعل آخرشون عوض میشه، البته باز استثناء هست، از جمله استثناء همین پروفسور هست، یعنی چه فاعل مذکر و چه مؤنث باشه این اسم به همین صورت. اما اتودیان یا اتودیانت اینجوری نیست، یعنی اگر فاعلش مؤنث باشه این او میگیره آخر، و اگر مذکر باشه او نخواهد داشت، میشه ایلت اتودیان، دیگه او نداره، ولی اینجا که مؤنث هست ایلت اتودیانت. اینها رو در فصل مقدمه کامل بررسی کردیم. و همچنین اگر جمع باشه فاعل ما، ایل یعنی آنها، آنها هستند، کویزینیه، کویزینیه به معنی آشپز، اینجا که اس گرفته چون فاعل ما جمع بوده، پس این اس به خاطر جمع بودن فاعل هست. پس حواستون به این نکته باشه که اسم با توجه به فاعل آخرش میتونه عوض بشه، معمولا او و اس. البته چیزای دیگه هم هست که در همین فصل برخی از اونها آشنا خواهیم شد. اما به همراه فعل اتر ما صفت هم میتونیم داشته باشیم، ان ادجکتیو، مثلا توی فرانسه، تو فرانسوی هستی، تو اهل فرانسه ای، توی فرانسه. خب اینجا چون آخرش او نداشته میتونیم بفهمیم که اون تویی که داره راجبش صحبت میکنه مذکره، اما اگه اینجا او داشت میشد توی فرانسیز، تو فرانسوی هستی، تو مؤنث. در ادامه الگرک، الگرک او مؤنث یونانیه، ملیتش یونانیه، دوباره صفت یونانی، گرک. حالا به صفات و ملیت ها هم در همین فصل خواهیم رسید و میبینیم که گرک با این دیکته برای مؤنث به کار میره و گرک با این دیکته برای مذکر، یعنی ایل گرک با این دیکته، یعنی او یونانیه، او مذکر، ایل گرک، اما ایل گرک. تلفظ هاشون گرک و گرک دقیقا یکیه ولی دیکته ها متفاوته. ils sont suisses، ils sont suisses، آنها سوئیسی هستند. دوباره اینجا فاعل جمع این اس به خاطر همین هست، چون فاعل ما جمع هست. ملیت ها هم دوباره این اسم ها بعضیاشون ممکنه آخرش عوض بشه، ممکنه بعضیا نشه، ممکنه برخی جاها عوض بشه.
که اینها باز اکثرش رو باید شما حفظ بکنید. در این فصل ما با چند تا ملیت آشنا میشیم، به مرور میتونید هر ملیتی رو که باش برخوردید یاد بگیرید که اون آخرش به چه صورت عوض میشه، اصلا میشه یا که خیر. ولی اینجا من فقط خواستم به شما بگم که صفات از جمله ملیت ها هم با توجه به نوع فاعل معمولا آخرشون و یا حتی مثل اینجا کلشون عوض میشن. یه نکته رو هم اینجا اشاره بکنم بد نیست. خب اینجا ناکنید گفته توی پروفسور، تو یه معلمی. فارسی هم ما میگیم تو یه معلمی یا مثلا تو معلمی، حالا ممکنه یه رو هم نگیم. ولی در انگلیسی مثلا میخوایم بگیم او معلم است، میگیم she's a teacher، مثلا he's a teacher، she is a teacher. خب این حرف تعریف نامایان خیلی مصطلح در زبان انگلیسی، ولی در زبان فرانسه برای بیان شغل به هیچ عنوان از حرف تعریف نامعین استفاده نمی کنیم. یعنی نمیگیم توی ام پروفسور یا توی اون پروفسور، به هیچ عنوان میگیم توی پروفسور یا ایل سون کوزینیه. هیچ حرف تعریفی چه معین چه نامعین نمیاریم. این نکته رو خیلی بهش دقت بکنید. اینجا البته اشاره‌ای نکرده، به هر حال کتاب در سطح مقدماتی هست این فصلاش، ولی چون نکته بسیار مهمی هست من به صورت تکمیلی این رو به شما میگم، مخصوصا دوستانی که دارن همزمان انگلیسی رو هم کار میکنن، شاید با توجه به مسائلی که توی انگلیسی خوندن خود به خود مثلا فرانسه رو هم به اون تعمیم بدن، این اون ترجمه بکنن، ولی خب حواستون به این تفاوت‌ها باشه. از این موضوع که بگذریم، بخش بعدی گرامر لانتروگاسیون. لانتروگاسیون اگر خاطرتون باشه به معنی پرسش یا جمله پرسشی بود. لانتروگاسیون فعلش چیه؟ یعنی سوال پرسیدن چی میشه؟ فعلش میشه انتروژه. انتروژه فعل از نوع اول هست، به اوغ ختم میشه، بنابراین صرفش هم دقیقاً مطابقه چیزی هستش که یاد گرفتیم. جانتروژ تو انتروژ و به همین ترتیب. البته من سوال میپرسم الان چی میشه؟ دیگه آپوستروف میگیره. ما الان دیگه اینو بلدیم. جانتروژ. جانتروژ. من سوال میپرسم. من پرسش میکنم. خب لانتروگاسیون. میخوایم دو تا کلمه پرسشی رو در این قسمت یاد بگیریم. یکی کلمه کاما و دیگری او. کاما به معنی چطور، چگونه هست. مثلا در یک سوال که میگه ویویز اپلی کاما، اسم شما چیست؟ بخوایم ترجمه تحت و لفظی داشته باشیم، نام شما چگونه است؟ چگونه نام شما هجی میشود یا هجی میشود؟ این ترجمه تحت و لفظیش میشه. ولی خب اسم شما چیست؟ این ترجمه روونشه. در جواب میتونیم بگیم جون اپل مثلا جان لپیر، جان لپیر. یا سوال بعدی tu t'appelles comment، اسمت چیه، اسم تو چیه. tu t'appelles comment، je m'appelle. حالا اسمتون رو میتونید اینجا بگید. این کلمه های پرسشی هم عین چیزایی که قبلا یاد گرفتیم میتونه با اسکو ترکیب بشه. ما دیدیم که میتونیم کلمه پرسشی رو در آخر جمله بیاریم، مثل اینجا vous vous appelez comment، اسم شما چیست، و حتی میتونیم این رو با کلمه اسکو به معنی آیا ترکیب بکنیم. موقع چجوری میشد؟ در این صورت اگر بخوایم با اسکو بنویسیم، فرمول به این صورت بود که کاما رو اول میاریم، بعد اسکو و ادامه سوال ویویز اپله. کاما اسکو ویویز اپله. کاما اسکو ویویز اپله. این چیزی که در فصل یک یاد گرفتیم برای پرسیدن، جملات پرسشی. کلمه پرسشی بعدی او هستش، به معنی کجا، چه مکانی. حواستون باشه با او اشتباه نگیرین که اکسان نداره. این کلمه میشه یا، ولی اینجا که اکسان روی او داریم به معنی کجا میشه. وی زبیته او، شما کجا زندگی میکنید؟ جمله پرسشی. مثلا میتونه بگه جبیت اپقی، در پاریس زندگی میکنم. اپقی حرف اضافه شهرها ا بود اگر خاطرتون باشه. یا تو ابیت او، تو کجا زندگی میکنی؟ جابیت ا، مثلا جابیت تهران، من در تهران زندگی میکنم. اگر بخوایم با اسکو این رو همراه بکنیم به چه صورت میشه؟ مثلا این جمله رو میخوام به همراه اسکو بنویسم. کلمه پرسشی اول میاد،
او اسکو ووز ابیته او اسکو ووز ابیته. پس این فرمول رو به خاطر بسپرید، یا برای پرسیدن میگیم ووز ابیته او، کلمه پرسشی آخر جمله میاد و لحن یا تون صدا هم بالا میره، ووز ابیته او، کجا زندگی میکنید، یا میگیم او اسکو ووز ابیته، یعنی کلمه پرسشی اول جمله میاد به همراه اسکو و سپس جمله که میخواییم بگیم یا بپرسیم. یه کلمه پرسشی دیگه هم هست که در ادامه این کتاب مفصل راجبش صحبت خواهیم کرد، ولی اینجا فقط در همین حد یاد بگیرید که به این کلمه که تلفظ میشه کسکو به معنی چه، چه چیزی، چی در فارسی میگیم کسکو، یه کلمه پرسشی بسیار پرکاربرد هست. البته این بخش هم که و هم کی میتونه بیاد و همچنین این تیکی هم به همین صورت که و کی میتونه بیاد، حالا به موقعش یاد خواهیم گرفت. من اینا رو فقط اشاره میکنم در اینجا که گوش شما به این چیزا آشنا بشه که وقتی بهش میرسیم خیلی به قول معروف یه دفعه شوکه نشید. از قبل آمادگی ذهنی داشته باشیم خیلی خوبه که بعد وارد مبحث گرامری اون بشیم. خب کسکو دو فت دان لوی، این جمله یعنی شغل شما چیست؟ کسکو وو فت دان لوی، بخوایم تحت لفظی ترجمه بکنیم، شما در زندگی، لوی به معنی زندگی، اسم مؤنث، چه کار میکنید؟ فعل فعل هست این، فعل معنی انجام دادن که فعل بی قاعده هست، صرفش رو باید حفظ باشید، در ادامه این کتاب یاد خواهیم گرفت. اینجا برای وو حالا صرفش فت هست، اینو فعلا یاد بگیره تا به موقع به صرف فعل فعل برسیم. وو فت شما انجام میدهید. کسکو وو فت، چه کاری انجام میدهید؟ دان در لوی زندگی. پس این جمله یعنی شغل شما چیست؟ خیلی جمله یا سوال پرکاربردیه. در جواب مثلا میشه گفت je suis infirmier، من پرستارم. je suis infirmier. اگر کسی که داره صحبت میکنه مؤنث باشه و بخواد بگه من پرستارم میشه چی؟ میشه je suis infirmier، یعنی آخر اینجا او اضافه میشه، je suis infirmier. حالا با شغل ها برای افراد مذکر و مؤنث در همین فصل آشنا خواهیم شد. همیشه همه مشاغل برای جنس مؤنث آخرشون او نمیگیره، ممکنه جورایی دیگه عوض بشه آخرش، حالا خواهیم دید برای مشاغل، البته چند تا از این شغل ها، همشون که نه. به ترتیب شما با هر شغل جدیدی که آشنا میشید میتونید اون رو به دایره لغاتتون اضافه بکنید، در جای یادداشت بکنید که برای مذکر چجوری میشه، مؤنث چجوری میشه و حتی جمع. کسکو تو فت دان لوی؟ خب اینم همون سوال فقط به صورت صمیمانه پرسیده شده، شغلت چیه؟ اینجا میگفتیم شغلتان چیست، اینجا میگیم شغلت چیه. حالا بخوایم تحت لفظی ترجمه بکنیم، تو زندگی چی کار میکنی؟ کسکو تو فت دان لوی؟ اینم دوباره صرف فعل فر برای تو هست، توفه، تو انجام میدهی، دان در زندگی. حالا بد نیست که من صرف فعل فر رو همینجای اشارهی بهش بکنم تا به موقع که بهش رسیدیم مفصل راجع بهش بحث بکنیم، چون فعل فر فعل بسیار پرکاربردی، همونطور که میبینید مثلا اینجا برای پرسیدن شغل استفاده میشه و حتی چیزهای دیگه به ترتیب به اونا میرسیم. فعل فر برای جو میشه جو فه، جو فه، تو فه، با همین دیکته تو فه، ایل یا ال، فه، تلفظ همونه ولی دیکته فرق داره. نو فوزون، نو فوزون، وو فت، ایل یا ال، فون، این میشه صرف فعل فعل. در همین حد فعلا کافیه باش آشنا باشید تا همونطور که عرض کردم به خود فعلش برسیم و با کاربردهای دیگه‌اش هم آشنا بشیم. اما نکته آخر گرامری این فصل رو هم اشاره بکنم و بعد بریم از اول مطالبش رو مرور بکنیم. حرف تعریف نامعین رو در درس قبلی و فصل قبل اشاره بهش کردم، اینجا هم یک مروری میخوام داشته باشم. لختیکل اندفینی، لختیکل حرف تعریف، اندفینی نامعین، که دیدیم سه تا حرف تعریف نامعین داشتیم برای مذکر ان،
مؤنث اون و حروف اسامی جمع حالا چه مذکر و چه مؤنث میشه د. خب مثلا میخوایم بگیم یه آقا یه مرد آنون آنون، نمیدونیم چه مردی هست کیه، میخوایم بگیم یک فرد یه مردی یه آقایی نامعینه واسه ما آنم، یا یه پرستاری یه پرستار مذکری آنم فرمیه، یا برای مؤنث اون اون فام یه خانم اونم فرمیر یه پرستار خانومی، یا میخوایم بگیم یه سری آقا دزم دزم، یا میخوایم بگیم یک سری کارگر کارگر مرد دزوغیه. حواستون به این اس های جمع هم باشه که برای اس با توجه به اینکه جمع هستند این حرف اس اضافه میشه، نشون دهنده جمع بودن هست. مردها کارگران مرد اوغیه. یه سری خانم دفام دفام، یا یه سری کارگر خانم دزوغیر دزوغیر. این حرف تعریف نامعین معادل ا یا ان هست در انگلیسی. مثلا میگیم a book یک کتاب یک کتابی، یا مثلا an apple یه سیب. این انگلیسیه، ولی خب در فرانسه چون اسم‌ها جنسیت دارن مذکر و مؤنث حرف تعریف نامعین هم بسته به اون اسم تغییر میکنه. آنوم مثلا یا اون فام. این مباحث گرامری که تا اینجا خوندیم هر کدومشون شامل تمارینی میشه که من ترجیح میدم از اول فصل شروع کنیم به خوندن و وقتی به این مبحث دوباره رسیدیم برمیگردیم و این تمرین ها رو با هم دیگه حل میکنیم. حالا میریم سراغ اول این فصل، یونیت دو که بود پورتره. پورتره همونطور که میبینید علامت نوار هست، پس با هم به فایل صوتی گوش میدیم که این متن هست و در آخر باید سعی کنیم به این سوالات جواب بدیم. پیشنهاد میکنم که شما به نوار به همراه من گوش بدید، بعد ویدیو رو متوقف بکنید و ببینید که میتونید به این سوالات جواب بدید یا خیر. حتی اگه شده دو یا سه بار گوش بدید و اگر متوجه نشدید یا نتونستید به سوالات جواب بدید، بعد با ویدیو همراه بشید و جواب سوالات رو با هم مرور کنید. پس من این فایل صوتی رو پلی میکنم تا با هم بهش گوش بدیم. Champion est infirmier. Attention, ils arrivent! Oh là 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 là, formidable, formidable! Le champion, c'est le champion, c'est le numéro 8! Ah, bravo, monsieur, bravo, bravo! Merci. Vous appelez comment? Je m'appelle Jean Lapierre. Alors, vous aimez le sport? Oui, j'adore le sport. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis infirmier dans un hôpital à Paris. Et vous habitez où? À Paris. Et vous, mademoiselle, vous vous appelez Dumas? Oui, je suis Florence Dumas. بسیار خب، با هم حالا متن رو میخونیم. لو رپورتر، گزارشگر. لو رپورتر اگر مؤنث هم بود میشد لا رپورتر، به همین صورت نوشته میشه لا رپورتر، گزارشگر زن. اتانسیون ایز اریو، اتانسیون به معنی توجه، در فارسی هم میگیم توجه توجه کنید. اتانسیون ils arrivent، فعل arriver نوع اول هست، به اوه ختم میشه، به معنی رسیدن. پس صرفش دقیقاً مشابه افعالی هستش که تو حالا یاد گرفتیم، ils arrivent، اونا دارن میرسن، ils arrivent. اوه لالا اوه لالا یک اصطلاحی هستش که در زبان فرانسه بسیار پرکاربرده، برای تعجب بیان میشه. در فارسی مثلا میگیم ای وای، حتی بعضی من شنیدم خودشون هم در فارسی میگن اوه لالا. این از زبان فرانسه اومده، یعنی برای بیان تعجب یک اصطلاحی رو به کار میبریم که ترجمه خاصی نداره. نزدیکترین ترجمهش همون در فارسی ای وای همچین چیزی میتونه باشه. فورمیدابل 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 به معنی فوق‌العاده، عالی. لو شامپیون به معنی قهرمان. لو شامپیون لو شامپیون سل نمره 8 نمره 8. حالا شماره ها رو بهش خواهیم رسید. قهرمان هستش سلو لو شامپیون سلو نمره 8، یعنی قهرمان قهرمان شماره 8. حالا اینجا قهرمان
یک فرد مذکره، اگر مؤنث بود میشه La champion. La champion، قهرمان مؤنث، قهرمان زن. C'est le champion، این قهرمانه، این قهرمان شماره 8. Bravo bravo monsieur bravo. در فارسی هم میگیم bravo. Bravo آقا، bravo. اون آقا کیه؟ اسمش هست Jean Lapierre. میگه مرسی. گزارشگر میگه Vous vous appelez comment؟ Vous vous appelez comment؟ اسم شما چیست؟ Je m'appelle Jean Lapierre. اسمم Jean Lapierre هست. Alors vous aimez le sport؟ Alors به معنی بنابراین، پس، یا همون میتونیم ترجمه کنیم خوب. خب شما ورزش دوست دارید؟ Alors vous aimez le sport؟ Oui, j'adore le sport. J'adore le sport. دیگه با همه کلمات این جمله آشنا هستیم. عاشق ورزشم. آره عاشق ورزشم. بله. Qu'est-ce que vous faites dans la vie؟ شغل شما چیست؟ Je suis infirmier dans un hôpital à Paris. یک پرستارم در بیمارستان، در بیمارستان در پاریس. درون بیمارستان فعلش یا درون بیمارستان حرف اضافهش دان میشه. حواستون باشه. ا درسته که دوباره به معنی در هست، در یک شهر، ولی خب فقط برای شهرها استفاده میشه و حالا موارد دیگه‌ای که بهش اشاره خواهم کرد، ولی فعلا ما تا اینجا گرفتیم که ا برای شهرها هست و برای اکثر مکانهایی که محیطهای بسته‌ای هستن بخواییم بگیم درون اونجا میگیم دان. دان دان زن و پیتل، در یک بیمارستان در پاریس. اووز ابیته او، و شما کجا زندگی میکنید؟ اووز ابیته او، دیگه الان با این نوع پرسش آشنا هستیم. سه لانتروگاسیون، این یک جمله پرسشیه. سه لانتروگاسیون À Paris, در پاریس. Et vous, mademoiselle, vous vous appelez Dumas؟ و شما خانم، اسم شما Dumas هستش؟ Vous vous appelez Dumas؟ Oui, je suis Florence Dumas. بله، من فلورانس دومان هستم. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie؟ و شغل شما چیه؟ Je suis pilote. من خلبانم. خلبان مرد هم دوباره میشه پیلوت، به همین صورت نوشته میشه. اینه همدیگه هستن. Je suis pilote. همونطور که گفتم شغل‌ها رو باید یه جورایی حفظ بکنید برای مذکر و مؤنث، قاعده خیلی خاصی نداره. حالا در ادامه با چند تا از شغل‌ها در همین فصل آشنا خواهیم شد. جملات مهمی هم که استفاده کرده اینجا واسه شما تو این کادر آورده. Vous vous appelez comment؟ Vous vous appelez Dumas؟ Je m'appelle. حالا اسمتون؟ Oui, je suis. Qu'est-ce que vous faites dans la vie؟ در جواب میگیم je suis و شغلمون رو میگیم. مثلا je suis infirmier، je suis pilote. حالا بریم با هم به تمرین های مربوط به این بخش بپردازیم. نمره 1. نمره 1 اکوته، گوش دهید. vrai ou faux، درست یا غلط. vrai ou faux. Jean Lapierre est pilote. Jean Lapierre est pilote. C'est faux. Jean Lapierre n'est pas pilote. Il est infirmier. Il est infirmier. Jean Lapierre est infirmier. Florence Dumas est pilote. خب امیدوارم که تمامی مطالبی که گفتم رو متوجه شده باشید. همش با فعل‌ها و اسامی بود که تا حالا یاد گرفتید. اگر متوجه نشدید پیشنهاد می‌کنم چند بار دیگه گوش بدید. یا حتی با سرعت پایین تر قطعا متوجه خواهید شد، چون هیچ کلمه جدیدی در این صحبت ها نبود. Jean Lapierre n'aime pas le sport. Alors, c'est feu. C'est feu. Jean Lapierre aime le sport. Il adore le sport. Jean Lapierre adore le sport. Ici. Ici. کلمه خوبیه، به معنی اینجا. دارم اشاره میکنم اینجا. ایسی. ایسی معنی اینجا. آنجا میشه لبا یا حتی لا. لبا اکسان. حواستون باشه که با لا حرف تعریف معین برای اسامی مؤنث اشتباه نگیرید. تلفظ جفتشون لا هست. این خوب حرف تعریف هست. این لا معنی اونجا. مخالف اینجا. ایسی.
این دو تا کلمه حالا خوب دیدم که اینجا اشاره بکنم. بعد نیست یواش یواش با کلمه های جدید هم آشنا بشید. پس وقتی میگم ایسی منظورم اینجا هست. جان لپیر تن فرمیه. سفره؟ سفره؟ جان لپیر تن فرمیه. سفره یعنی درسته. یه همه شما بلدیم. سفره. با ترکیب سه و سنپا در فصل یک آشنا شدیم. هست سه و نیست سنپا. فلورانس دوما ای پیلوت. سفره؟ فلورانس دوما ای پیلوت. ici. Alors, c'est vrai. Alors, c'est vrai. قسمت دوم. deux. Faites parler Jean Lapierre et Florence Dumas. اول قبل از اینکه بخوام اینو ترجمه بکنم، این اصطلاحو به شما یاد بدم. Faire parler. همونطور که میدونید، این faites صرف امری فعل faire هست که گفتیم یعنی چی؟ پس اصطلاح فر پرله کلکن. بریم میگیم کلکن یعنی یه نفر، یکی. و اگه بخواییم میگیم یک چیز میشه کلکشوز. کلکشوز یه چیز، یکی. فر پرله کلکن. خب اگه بخواییم تحت و لفظی ترجمه بکنیم یعنی وادار به صحبت کردن یک نفر. یعنی چی؟ یعنی از طرف یکی صحبت بکنیم، یک نفر رو به حرف بیاریم. این باز یکی دیگه از کاربردهای فعل فر هست که گفتم خیلی کاربرد داره، یکی دیگه است. پس اینجا وقتی میگه فت پغله جان لپیر، یعنی جان لپیر رو به حرف بیاریم، یعنی از طرفش صحبت کنیم، انگار که اون داره صحبت میکنه. مثلا میگیم چی؟ میگیم ژو مپل جان لپیر، انگار مثلا من جان لپیر هستم، دارم فر پغله میکنم، به حرف میارم یک نفر رو، اینجا چه کسی رو؟ جان لپیر. Je m'appelle Jean Lapierre. Je suis infirmier. یا مثلا Faites parler Florence Dumas. حالا چی میشه؟ میشه Je m'appelle Florence. Je suis pilote. پس الان Faire parler رو ما انجام دادیم، طرف رو به حرف آوردیم، از طرفش شروع به صحبت کردیم. چه کسایی رو؟ جان لپیر و فلورانس دوما. این سراغ بخش بعدی این فصل. ده شیفر ا ده نمبر. ده شیفر ا ده نمبر. لو شیفر اسم مذکر هست به معنی عدد. ولی چه عددی در فرانسه مورد نظره؟ اعداد از صفر تا نه رو بهشون میگیم لو شیفر یا ده شیفر. و کلمه لو نمبر باز هم در فارسی میشه عدد، ولی دیگه لو نوم میشه هر عددی، مثلا 21، 100، هر چیزی. به اینا میگیم لو نوم. ولی این اعداد تکی به اصطلاح میشن لو شیفر. مثلا نمره 100 دارای 3 تا شیفر 001. حالا الان میخواییم با اعداد آشنا بشیم. ده شیفر ا ده نمبر. پس به نوار با هم دیگه گوش میدیم. Exercice 3. Écoutez et lisez les nombres. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. 2000. 3000. 10000. 100000. همونطور که شنیدید اعداد رو از 0، البته اینجا ننوشته 0، خوند تا حالا عدد 100000، 100000. بریم با هم یک بار دیگه مرور کنیم. 1 2 3 4 5. به تلفظش دقت کنید. 5
6, 7, 8, 9, 10. اکثر این اعداد از جمله استثناهایی هستند که حروف آخرشون با اینکه مثلا اینجا صامت هست ولی خونده میشه اینجا مثلا اینجا اینجا و اکثر اعداد. اینا همون استثناها هستند در تلفظ. خب این اعداد 1 تا 10. میریم سراغ مثلا 100 تا 900. 100 200